یاد گرفتیم که میزانهای ساده میزانهایی هستن که در اون معیار ما یک نوت ساده است، مثل سیاه، سفید، چنگ. اما در میزانهای ترکیبی معیار ما یک نوت نقطه داره، مثل چنگ نقطه دار، سیاه نقطه دار، سفید نقطه دار. حالا بریم سراغ یه کسر میزان. صورت و مخرج کسر چی رو به ما میگه؟ یک کمی متفاوته با میزانهای ساده. حالا میتونه مثلا صورت کسر 3, 6, 9, 12، حالا هر چی که باشه، تقسیم بر 3 ما باید بکنیم تا تعداد اون ضرب رو به ما بده. مثلا اگر 3 باشه، 3 تقسیم بر 3 میشه 1، پس ما یه دونه از اون معیار رو داریم. یا اگر 6 باشه، 6 تقسیم بر 3 میشه 2، ما دو تا از اون ضرب معیار داریم. مخرج کسر رو ما چجوری باید حساب بکنیم متفاوته با میزانهای ساده. اگه یادتون باشه 4 چی بود؟ 4 نماد چی بود؟ میگفتیم نوت سیاه، یعنی با توجه به نوت گرد 4 تا سیاه میشد یه نوت گرد، اگر در میزانهای ساده یادتون باشه. اما در میزان ترکیبی چجوری حساب میکنیم؟ میایم میبینیم 3 برابرش معادل چیه. 4، اگر ما 4 رو دیدیم چیه؟ گفتیم یه نوت سیاهه، 3 برابر سیاه میشه یک سفید نقطه دار. پس اگر 4 رو دیدیم، یک سفید نقطه دار معیار ما در میزانهای ترکیبی. 8 چی بود؟ 8 چنگ بود. اگر خاطرتون باشه 8 تا چنگه که میشه یک نوت گرد. حالا 3 برابر چنگ چی میشه؟ میشه یک سیاه نقطه دار، یعنی 3 تا چنگ میشه یک سیاه نقطه دار. پس اگر ما 8 رو دیدیم، معیار ما یک نوت سیاه نقطه داره. 16 هم مثل همون میشه یک معیار ما یک چنگ نقطه دار. حالا یه مثال رو با هم دیگه کار کنیم. یه 6 و 8 که خیلی دیگه معروفه. خب صورت کسر 6 تقسیم بر 3 میکنیم میشه 2، ما 2 تا ضرب داریم. مخرج کسر 8، 8 سیاه نقطه دار بود، پس ما 2 تا سیاه نقطه دار میتونیم داشته باشیم. 6 و 8 پس تشکیل شده از 2 تا سیاه نقطه دار. هر سیاه نقطه دار میشه 3 تا چنگ دیگه. ما میتونیم اینجوری هم بنویسیم و خوندنش برای ما راحت تر میشه. یعنی هر سیاه نقطه دار که 3 تا چنگه مینویسیمش. و چه جوری میخونیم؟ میگیم 1 2 3 4 5 6، یعنی تو هر ضربمون ما 3 تا چنگ داریم. این اگر پای من باشه اینجوری میخونم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، داد 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 داد. خب بخوایم بزنیم هم به این صورت، یعنی اگر ما یک میزان 6 و 8 داشتیم و که شامل 6 تا چنگ بود، اینجوری میزنیم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. خب حالا هر چنگی میشه 2 تا دولاچنگ دیگه. اگر این چنگا رو تبدیل کنیم به 2 تا دولاچنگ میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و، یعنی ما در هر ضربمون ببینید 2 4 6، در هر ضرب 6 تا دولاچنگ داریم و در یک میزان 6 و 8 ما 12 تا دولاچنگ داریم. چه جوری میخونیم؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و. خب حالا چه جوری اجرا میکنیم؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و. حالا بحث میزانهای ستایی کتاب اول خالقی رو میخوایم با چیزهایی که یاد گرفتیم به راحتی اجرا کنیم. درس 34 اومده 6 تا چنگ گفته. چه جوری گفتیم میخونیم؟ میگیم تو هر ضرب 3 تا چنگ، 1 2 3 4 5 6، دا 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 دا، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. اینم میشه برای ما معیار برای اجراهای تمرین‌های بعدی. خب 34 رو اجرا می‌کنیم، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. یاد گرفتیم اجرا میکنیم. مثلا تو درس 35 اومده چنگ اول و چهارم رو تبدیل کرده به 2 تا دولاچنگ. حالا چه جوری میخونیم؟
خود 34 چه جوری بود؟ میگفتیم 1 2 3 4 5 6. حالا 1 و 4 شدن دو تا دولاچنگ، میخونیم 1 و 2 3 4 و 5 6. دقت کنید معیار ما اینه 1 2 3 4 5 6. هر نوتی که دولاچنگ شده فقط ارزش زمانیشو در همون محدوده خودش داشته باشید. رو نوت‌های دیگه مثلا 2 3 دیگه دست نمیزنید، موقع ممکنه ریتممون خراب شه. ببینید 1 2 3، حالا 1 تغییر کرده، میگیم 1 و 2 3، 1 2 3، 1 و 2 3. یعنی این 1 وه فقط باید در زمان این 1 اجرا شه، 2 3 سر جاشه. خب حالا 35 رو اجرا میکنیم، 1 و 2 3 4 و 5 6. اول اصلش رو میخونیم، 1 2 3 4 5 6. حالا 35، 1 و 2 3 4 و 5 6، همین رو باید اجرا کنیم. درس 36 چی؟ اومده چنگ دوم و پنجم رو تبدیل کرده به دوتا دولاچنگ. پس چه جوری میشه؟ اصلش چی بود؟ 1 2 3 4 5 6. حالا درس 36، 1 2 و 3 4 5 و 6. ببینید 1 2 3 4 5 6. حالا 1 2 و 3 4 5 و 6، همین رو اجرا میکنیم. درس 37 هم که مثل درس 34 فقط نوتا لگاتو شده. درس 38 اومده چیکار کرده؟ چنگ سوم و ششم رو تبدیل کرده به دوتا دولاچنگ. پس چه جوری میخونیم؟ 1 2 3 و 4 5 6 و. همونطور که میبینید با چنگ 1 2 4 5 من کاری ندارم، ارزش زمانیش حفظ میشه. 1 2 3 و 4 5 6 و. خب بریم سراغ درس 38. توی درس 39 اومده چنگ اول، دوم، چهارم و پنجم رو تبدیل کرده به دوتا دولاچنگ. اصلش چی بود؟ 1 2 3 4 5 6. حالا درس 39 میشه 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6. داد 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 داد. دقت داشته باشید قبل از اینکه بخوایم اجرا بکنیم میخونیم، سولفج میکنیم، اینجوری میتونیم بهتر اجرا بکنیم. 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6. داد 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 داد. درس 40 اومده چنگ دوم، سوم، پنجم و ششم رو تبدیل کرده به دوتا دولاچنگ. اصلش چی بود دوباره؟ 1 2 3 4 5 6. حالا میشه 1 2 و 3 و 4 5 و 6 و. 1 2 و 3 و 4 5 و 6 و. دا 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 دا. توی درس 41 چه اتفاقی افتاده؟ اومده دوتا چنگ اولو ادغام کرده، شده یه سیاه، چنگ سوم سر جاش، چنگ 4 و 5 هم شده یه سیاه، چنگ 6 هم سر جاش. اینجوری میخونیم دا 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 دا. 41 رو اجرا میکنیم. برعکس این هم داشته باشیم، یعنی چنگ سیاه، چنگ سیاه، یعنی چنگ اولو داریم، دو سه با هم ادغام میشه، چهار رو داریم
پنج و شیش با هم ادغام میشه، میشه دادا 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 دادا. اگه 41 رو بخوایم اینجوری اجرا کنیم میشه خب. حالا یه ترکیب پرکاربرد هم داریم که سیاه چنگ، چنگ سیاه، این ضرب اول، این ضرب دوم، یه سیاه نقطه دار، یه سیاه نقطه دار، میشه دا 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 دا. خب رو همین نوتا بخوایم اجرا کنیم میشه